زندگی زیباست، تماشایی است. چرا زیبا نمی بینیم؟ چرا گاهی به پای این همه خوبی نمی شینیم؟ چرا با هم نمی خندیم؟ مگر کم دارد؟ ببین این آسمان آبی است، ببین دنیای ما آکنده از پاکی است و خوبی تا ابد پاینده میماند. تو باور کن، همین کافی است. بسم الله الرحمن الرحیم. باز هم امروز یک سلام گرم و پر از صفا و صمیمیت تقدیم یک یک شما فامیل های عزیز، خانواده های گرانقدر و هر کدام از شما عزیزی که بیننده برنامه هستی و در هر جای کشور سرزمین پهناور هستین. امیدوار هستم که جور و سعتمند باشین. شما هم وطنان خوب امچیال دارین، خوب هستین، جور و سعتمند هستین. خوش هستم که امروز در خدمت شما عزیزان و همراه شما عزیزان هستیم. بله، ده یک روزی از پنجشنبه و باز هم برنامه زنده و مستقیم برنامه روشنا. امیدوارم که تا آخرین لحظات همراه ما باشین و همچنان روزهای پنجشنبه شما عزیزان در جریان هستین که ما نسبت به چه موضوعاتی با شما گفتگو و صحبت کردیم. رمز و رازهای مشکلات زندگی. بله، همیشه گفتیم که زندگی پر از فراز و نشیب است. ما همراه با سختی‌ها و مشکلات زندگی می‌کنیم و در این برنامه موضوعات مختلف را نسبت به رمز و رازهای مشکلات زندگی با شما عزیزان گفتگو کردیم. حکمت‌هایی را از مصائب و سختی‌ها گفتیم و اراده در سختی‌ها و مشکلات و نقش او را بیان کردیم. راهکارهای دینی گفتیم برای شما عزیزان، راهکارهای روانشناسی گفتیم برای شما عزیزان و همچنین امروز هم باز هم میخواییم که در رابطه با یک موضوع بسیار مهم و حساس و زیبا صحبت کنیم همراهی با شما عزیزان. رمز و رازهای مشکلات زندگی و استدراج. نقمت در چهره نعمت. پس موضوع بسیار حساس و مهم هست. امیدوار هستم که همراه ما باشین و ببینین که استدراج یعنی چه و چه قسم میتواند در سختی ها و مشکلات و رمز و رازهای مشکلات زندگی برای ما مهم باشه و اهمیت داشته باشه و چه قسم او را بشناسیم و چه قسم او را از زندگی خود ما دور کنیم یا ای که بلها راههای برطرف شدن او را در زندگی خود ما پیدا کنیم. خواهر خوم و خانم فتحی امروز هستن با ما و میخواین این گفتگوها را با شما عزیزان داشته باشن. یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان محترم. خوشحال هستیم که یک روز دیگر فرا رسید و با این موضوع در خدمت عزیزان هستیم. بله، همونطور که شما فرمودین، نقمت در چهره نعمت. خب ما در سلسله مباحثی که با هم داشتیم گفتیم که مشکلات در زندگی هست و شاید یکی از دلایل او این باشد که بنده گناه کرده و خداوند او را نسبت به او گناهش متوجه میکنه. بله. سر راهش مشکلات ایجاد میشود. خب شاید در ذهن بعضی از عزیزان آمده باشه که خب ما میبینیم افرادی هستن گناه میکنن. بله. و مشهورن، حتی بالا شاید برخی از ماها گناه میکنیم شاید کس متوجه نمیشه. اما افراد هستن که گناه میکنن علنن. بله. و مردم او را به عنوان یک فرد ناصالح، یک گناهکار، یک ظالم او را میشناسن. یعنی قدر زیاد از گناه های او و همیشگیست که دیگه همه مشهور شده. بله. اما خب با این حال میبینیم که دارای نعمت زیاد است و ما بندگان خوب میبینیم دچار سختی ها شاید فرد بگوید. بله. اما این شخصی که خودش علنن گناه میکنه، درسته، و همه او رو میشناسن به این که انسان خوبه نیست. بله، میبینه که همیشه زندگی آرام داره، پر بله. از نعمت است و پر از آسایش است و خب راستی که این سوال است. بله. چرا؟ بله، میخواییم که امروز در مورد همین موضوع صحبت بکنیم که این نعمت که اینا دارن در حقیقت چیست؟ چی است؟ و این استدراجی که من گفتم در شروع برنامه، خب مطمئن هستم که یک سوال در ذهنیت بیننده های ما پیدا شده که استدراج به چی معنا هست؟ به همین معنای نقمت، یعنی اون چیزی که حقیقتش نعمت
نیست و ظاهر ما اون میگیم نعمت. حالا که توضیح دادیم خدمت عزیزان متوجه میشن که منظور ما از این بحث چی میباشد. خب اگر بخوایم در لغت یک بررسی داشته باشیم، میگن که به معنای فرو رفتن، به معنای نزدیک شدن. ما اون چیزی که کار داریم و میخوایم در مورد او صحبت بکنیم معنای اصطلاحی این موضوع هست، یعنی این که شخص گناه میکنه، خداوند به او نعمت میده و نعمت او تجدید میشه، پشت سر هم به او نعمت میده. در هر چیزی که باشه، در هر چیزی که باشه، مثلا شاید پول باشه، دارایی باشه، اولاد باشه. بله، در بله. ما مصادیق نعمت را میگیم که مثلا مصداق نعمت هر آن چیزی که مظاهر دنیاست و ما هم مثلا دوست داریم که اگر اون چیز را نداریم داشته باشیم. مثلا مال فراوان، رفاهی که کسی در زندگی خودش داشته باشد، درست. چیز خوبی هست. اولاد زیاد، چیز خوبی هست. بله بله. درست است؟ پس هر چیزی که مظهر هست در دنیا و او را ما به عنوان نعمت میشناسیم. و میخوایم پیرامون این صحبت بکنیم که چگونه است افراد با وجود این که گناه میکنن، بله، انسان خوبی نیستن، اما صاحب نعمت هستن. یعنی خانم فتیه، کسی که مثلا به این قسمت شده، یعنی زندگیش مثلا خداوند میخواه به این گونه او را مثلا به هر حال وارد مشکلات زندگی یا سختی کنه، ای که به اون نعمت فراوان میته. یعنی کسی که مثلا وارد نعمت فراوان شده و همه چیز و دارایی‌ها و امکانات داره، یعنی هیچ کمترین غم و جیرخونی دیگه در زندگیش نداره؟ قطعا دارد. توضیح که بدیم متوجه میشیم که مثلا میگیم مثلا نعمت هست اما در حقیقت اون نعمت نیست. درسته. این به چی معناست؟ خب اینجا یک حدیث از امام صادق علیه السلام بیان کنیم که متوجه این موضوع بشویم. امام علیه السلام میفرماید که بنده مرتبط مثلا گناه میکنه، بله، و خداوند به او مهلت میده و بعد بهش نعمت هم میدهد. درست. چون بهش مهلت داده، او بر نگشته از مسیری که خطاست، اشتباست. درست. در اینجا خداوند به او نعمت میده و او را از رحمت خودش دور میکنه، به حدی که این شخص فرصت یک استغفار کردن هم پیدا نمی کند. یعنی همون گپ هست که میگن نعمت داره ولی برکت نداره. بله، بله. برکت ها گرفته میشه. بله. همون برکت، همون رحمت خداوند است. بله. این از رحمت خداوند. درست. این شخص بدور است. آه. و خواسته خداوند او را که غرق در نعمت بکند، چون بهش مهلت داده بود به این شخص. آه. و این شخص که برگرده. بر نگشت. اما در اینجا خداوند به او نعمت میدهد و این نعمت در حقیقت نعمت نیست. این نقمت است. پس یعنی وقتی که یک انسان گناه میکنه، منظور است که وقتی که یک گناه کرده، پس خداوند یک مهلت به این میده که این خودش برگرده. بله. خودش مثلا به خود مراجعه کنه. بسیاری انسان هست دیدین که مثلا کار میکنه، چقدر در زیر فشار است و زود توبه میکنه، برمیگرده. ولی بسیار وقت هست پس او بر نمیگرده و به همون مسیر ادامه میده و خداوند از طریق نعمت فراوان او را امتحان و آزمایش میکنه. خب حالا میخواییم که ببینیم شیوه های این سنت استدراج به چیون است. یعنی یک شخص وقتی به این سنت، به این امر مبتلا میشه، چونه ما او بفهمیم، بشناسیم. اولین راهش اون چیزی که از آیات روایات ما متوجه میشویم، خود همین نعمت دادن است. بله. و مصادیق نعمت گفتیم چی است؟ افزایش مال. هر چیزی که ما او را نعمت میدانیم. درست. و این میشه مظهر از دنیا. خب این قطعا ما توضیح میدیم که هر کس را ما نمیتونیم که این برچسب را بزنیم که بگویم خب بس فلانی نعمت داره. نه. بله. بندگان خوب هستن که بنده خوب خدا هستن. درستن. این رزق از راه حلال کسب کردن. خب خانم فتی، یعنی او کسی که این نعمت بهش داده میشه، یعنی تو دفعتاً خداوند برش، چون میگن که هیچ حساب مال و به هر حال دارایی بدون زحمت به دست نمیه. یعنی خب این از کدام راه به دست آمده است؟ اینم خب مهم است که مثلا این شخصی که ثروتمند شده از راه حلال کسب کرده یا خیر.
یا مثلا فرزندان زیاد دارد، این فرزندان او صالح هست یا نه؟ یا این مال که ما بور رفاه میدانیم، رزق اون شخص میدانیم، چگونه مصرف میشه؟ خب اینها موارد هست که باید دیده بشه که این شخص دچار نقمت شده یا واقعا نعمت است. خداوند در سوره توبه آیه 55 به همین امر اشاره میکنه. البته آیات فراوان است، ما به عنوان مثال فقط به همین آیه اشاره میکنیم. خداوند در اینجا میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فلا تعجبک اموالهم و اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا فی الحیات الدنیا. این ما رو میگه که تعجب نکنید، شگفت زده نشوید که خداوند بر افراد که این فرد خوبی نیستن اموال زیاد داده است یا فرزندان زیاده داده است، خداوند اونها را با همین نعمت ها میخواید در همین دنیا عذاب کند و ما را میگه که شگفت زده نشوید. خب حقیقت این نعمت است، درست است؟ بله. برای افراد صالح خب یعنی چیزی که توانایی میده به انسان نیروی اقتصادی است و نیروی انسانی، یعنی مال انسان داشته باشه فراوان، بله، که زندگیش مناسب باشه، درسته، بله، و فرزندهای صالح داشته باشه. خب از این طرف چرا ما تعجب میکنیم برای افرادی که این گونه هستن که مال زیاد دارن، بله، فرزند زیاد دارن، اما این مالشان خیر بر اونها نمیرسانه، یعنی برکت نیست در اون مال، درسته، از راه مشروع در نیامده است، کسب حلال نیست و امکانم دارد در جای مناسب هم مصرف نشود. اگر کسب حلال باشد چطور؟ خب کسب حلال باشد مثلا بنده خداست از راه درست کسب کرده، خب، زحمت کشیده است، اون نقمت نمیشه دیگه؟ نه خیر، خب، اون نعمت است، اون نعمت است. به خاطر همین میگیم اینجا که خداوند میفرماید که شما تعجب نکنید، خب میگم که این مظاهر دنیاست، اما در حقیقت میگن نه این نعمت نیست، چون اینا شاید افراد باشن که گناه کردن، فرزندان ناصالح هم پرورش بدن. خب فرزند در خانواده نام یک خانواده رو حفظ میکنه، درست است؟ اما افراد باشد که تربیت درست نکرده باشد، چون رزق حلال تأثیر دارد در تربیت فرزند، بله، و خداوند در اینجا به این امر اشاره میکند. امام علی علیه السلام میفرماید که اگر مشاهده کردی با وجود این که معصیت میکند شخص و غرق در نعمت است، بدان که این سنت استدراج است، او درگیر یک مسئله شده است و خداوند میخواد او را با این امر عذاب بکند. درسته. خب مثلا در مالش برکت گفتیم نیست. خرچه چی میشه بیشتر؟ دوا و دکتر. دکتر و این مسائل. یا اصلا آرامش ندارد. غیر به فکر عزیز که باش که به حساب باش که مثلا اینو بخرم که چشم کی کور شود یا اون ببینه. این مالم حفظ شود. مثلا دبانگانم. سیال و سیالداری دو چیزا غرق، بله، چیزا میشن. یا خدای نکرده غرق دوا و دکتر میشن. یا بسیار مسائل های دیگه، یا که عرفه ببینی که کل چیز خود از دست میتن. بله. اصلا مال هست که بیبرکت است. میبینید بعض وقتا شخص درآمد بسیار کم داره. بله. اما همون درآمد کمش کفاف زندگیشه میکنه. اما این شخص شاید بسیار پولم در میاره، اما به طور از دستش میره که نمیفهمه. خب اینجا نقمت است دیگه، این نعمت برای اون نیست و فقط جز باید افسوس اون مال را بخوره. این یک مورد است که یعنی شخص شاید آزمایش بشه به این صورت، خداوند به اون نعمت فراوان میده، یعنی به این طریق اون بازو پاک میشه از گناهانش، خداوند مهلت میده. خب شاید برخی از افراد این گونه هستند که خداوند به اینا مهلت داده متوجه نشدن، یعنی نعمت به او داده که متوجه صاحب نعمت بشن.
یعنی بفهمن که این از کجاست، کی به ایشان داده است. یعنی حال بستگی داره به اون نفر که به همین طریق رجوع کنه به خدای خودش. بله. یا ای که نه دیگه، یا اینکه خداوند خواسته است که عدالت خودش حفظ بشه. خب بالاخره شاید این شخص با اون مالی که در آورده یک جایی هم خدمت هم کرده باشه، درست است، یک کار کرده باشه، بهشت او را هم اینجا قرار میده خداوند. اینقدر بهش نعمت میده که همینجا بهشت او شخص باشه و او شخص دیگه سهم در آخرت از نعمت الهی نداشته باشد. شاید یک دلیلش هم این باشد، اون چیزی که در روایات ما بیان شده است. پس اولین روش این سنت این است که شخص در غرق نعمت میشه با وجود این که فرد صالح نیست. دومین مطلبی که از آیات و روایات به دست میاد عبادت است. یعنی اطاعت های ما و عبادت های ما خدای نکرده وقت نشه که ما در قبال اون عبادت و اطاعت از خداوند متعال درخواست داشته باشیم. و اشخاصی که این گونه هستن به این صورت است که عبادت اونها مردود است. یعنی ما عبادت مقبول داریم و عبادت مردود داریم. چقدر سخت است که آدم عبادتش مردود باشه، یعنی یک قدر زحمت بکشه، مثلا نصف شب بخیزن، نماز شب بخونه، نماز صبح بخونه، اطاعت داشته باشه در سختی ها و ببینه که هیچ مردود باشه. این بسیار سخت است. بله، خب مثلا ما یک شرایط ظاهری داریم که مثلا عبادت میکنیم، مثلا نماز میخونیم، وضو داشته باشیم، رو به قبله باشیم، نماز را مثلا قرائتش درست بخوانیم. این شرایط ظاهری. خب یک توجه دیگه هم هست که اون مکانی که ما مثلا نماز میخوانیم مکان قصبی نباشد. پس اگر شخص باشه که گناه کرده باشه، مثلا اون خانه‌ای که خریده از پول حلال نباشه، درست. این عبادتی که در اونجا میشه دیگه این عبادتش مردود است. یا یکی از رخت و لباسش یا آبی که وضو میگیره، اینا همه چقدر حساس و دقیق است. اما این فرد که چنین افراد هستن که گناه میکنن اما نعمت دارن، فکر میکنن که اون عبادت های مردود اونها مورد قبول حق است و از خداوند هم انتظار این را دارن که به ایشان معاوضه بکنه، به ایش چیز بده و فکر میکنن این معاوضه خداست در قبال این عبادتی که کردن، این طاعتی که داشتن، خداوند به اونها نعمت داده است. خب فتی بسیار گسترده هست که مثلا ما مثلا مثال های دیگه هم بیان کنیم، یعنی عبادت مردود مثلا صرف به خاطر همی ای که مثلا محل خانه از او غصبی باشه یا رخت و لباس از او پاک نباشه، دیگه چیزهای دیگه هم هست که در از مثلا بیان کنیم به عنوان مثال. بله، ما همه زندگی ما میتونم اطاعت باشد، حالا عبادت های خاص مثلا میگیم نماز، روزه، حج، درست است؟ بله. اما همین که ما کار میکنیم در خانواده خود ما، همین که مثلا یک چیز یاد میدیم، معلم هستیم، استاد هستیم، هر کاری، بله، اینها عبادت است به معنای عام. حالا ما فرض بر این میگذاریم که افراد عبادت های خاص خودشان را، مثلا حج رفته، بله، و فکر کرده که یک عمل خوبی هست، اما ندانسته است که اون پول که اون پیسه که در آورده که حج با او رفته آیا در اون سهم خدا هست، زکات اون داده شده، خمس اون داده شده است. به اینها توجه نمیکنه، آیا حق کس را پایمال نکرده، سهم کس را نگرفته که رفته باشه حج. خیلی موارد بسیار هست که میتونیم اینها را بل جمله عبادت بشماریم. ببین مثلا جزء گناهان کبیره است، نه مثلا بالاخره ای که مال مردم بخوره، یا مثلا گناهان خرد و ریزی که هست اونا میتونن که باعث این شون که مثلا عبادت مردود شوه. گناه کبیره اکثرا به این صورت است. حالا شاید ما داریم مثلا غیبت کردن، خب این گناه های نه کبیره است، درسته است که جز عبادت های روز مردود حساب بله میشه. عبادت ما به ظاهر شاید قبول بشه، یعنی حقیقت عبادت ما قبول نخواهد شد. خب البته این نقمتی که ما بیان میکنیم
دیگه افراد خاص است، شامل همه مردم نمیشه. درست. چون اینم میخواستیم این موضوع را صحبت بکنیم که عزیزان شاید به ایشان این سوال پیش بیاید، پس چرا افراد هستن، بله، گناه میکنن و عبایی هم ندارن، خب از این طرف یک کارهای خیرم میکنن، اما دچار بلا و عذاب و سختی در زندگی خودشان نیستن، بلکه اینها غرق در نعمات الهی است. پس این چی می شود؟ میخواییم که این مطلب را بیان کنیم که برخی از افراد دچار بلای استدراج هستن و این را باید ما متوجه باشیم. خب مثلا در مراتب عبادت داریم در روایت که امام صادق علیه السلام فرمودند که سه گروه هستند که خداوند را عبادت میکنن، مراتب عبادت. برخی ها مثلا خدا را عبادت میکنن از ترس، یعنی از خداوند ترس دارن و خداوند را عبادت میکنن. ترس از چی مثلا؟ ترس از اینکه او در جهنم نره؟ بله. و در بهشت مثلا؟ بله، ترس از خدا، ترس از جهنم، ترس از جهنم. بله. این ده میگن که عبادت بردگان است. ترس از عذاب میشه؟ بله دیگه، عذاب خداوند. حالا در این دنیا یا در اون دنیا خوب نیست؟ خب مثلا آدم مثلا از عذاب الهی ترس داشته باشه. خوب است، یعنی میگه مراتب داره، یعنی اوج اون عبادت چی باید باشه. یعنی فقط ما خداوند را معامله بکنیم، یعنی معامله میکنیم، مثلا من عبادت میکنم تا این خداوند من در جهنم نبری نکنی. یا عذاب بر من نبری. این یک نوعش. یک نوع دیگه است که خداوند ما به خاطر ثواب عبادت میکنیم. اینا میگن عبادت مزدگیران، یعنی میخوان مزد خودش از خداوند متعال بگیرن به وسیله عبادتی که میکنن. گروه سوم که بالاترین مرتبه عبادت است، که اینه معرفت دارن و از روی محبت خداوند را عبادت میکنن، که امام صادق میفرماین این دیگه بهترین عبادت است. پس و این عبادت میگه آزادگان است، کسی که آزاد است خداوند این گونه عبادت میکنن، نه ترس داره نه مزد میخواد بگیره. خیر، پس سعی کنیم که خدای نکرده عبادت هم اگر میکنیم، عبادت ما معاوضه ای نباشد که برخی از این عبادت ها مردود است، و انشالله که عبادت ما از نوع معرفت به خداوند و محبت الهی باشه. انشالله که همه قسم باشه، واقعا عبادتی که از ترس از جهنم باشه، یا عبادتی ازی باشه که خب من این کارو میکنم در عوض خدایا این سعی کنم مثلا من این کارو کردم زود دیگه اجرش برام بده، زود در عوضش یک چیز بده برام. در این قسم اگر باشه که واقعا شرمندگی هست، و امیدوار هستیم که خدای بزرگ در هر حال شاهد بنده های خوب خودش باشه و بر حال بگذره از همه بنده های خوب. خب تشکر میکنیم، فعلا یک میان برنامه آماده نش داریم تقدیم میکنیم خدمت بیننده های خوب ما، و همچنان بعد از میان برنامه همراه ما باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا صاحب الزمان، برایت از فرج خواندیم و این از روی عادت نیست، دعا کردن برای تو مگر اصل روایت نیست؟ تویی که انتظارت افضل الاعمال آدم هاست، بدون انتظار تو عبادت ها عبادت نیست. برای ظالمان و کافران و ثروت اندوزان مگر ای حجت حق بودنت اتمام حجت نیست؟ صلاحی نیست غیر از عشق در دستان ما، اما نمیدانم چرا در این دعاها استجابت نیست. گناهان قدر ما را در سیاهی ها فرو برده است که حسی در وجود ما بجز حس خجالت نیست. سپیدی های مویم بارها خاطر نشان کردند که وقتی موسم دیدار می آید که فرصت نیست.
خدای مهربان هم در فرج تعجیل خواهد کرد، به شرطی که ببیند در دل ما سوء نیت نیست. آقا، ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. گر به دادم نرسی می روم از دست، بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است. همه جا بخشش و احسان و کرم کار تو است، کاسلیسی در خانه تو کار من است. دانم ای دوست که بی ارزشم و بی قیمت، ولی آخر چه کسی جز تو خریدار من است. بگذری گر شبی از گوشه سجاده من، بنگری آه جگرسوز فقط یار من است. ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. کاش آید سحری که تو لیاقت بدهی، بعد یک عمر دیگر نوبت دیدار من است. ای عزیز همه عالم، تو خودت می دانی کل باری ز گنه تحفه بازار من است. پسر فاطمه ما سائل درگاه تویی، پسر فاطمه ما سائل درگاه تویی. کرمی کن که گدایان سر راه تو ایم، گر به دادم نرسی می روم از دست، بیا نامت آرامش این قلب گرفتار من است. ای که دیدار تو رؤیای شب تار من است، یک نگاه تو طبیب دل بیمار من است. یا صاحب الزمان. خب، جا داره که تشکر کنم از عزیزانی که به برنامه روشنا در ارتباط هستن یا کلن به نمبر واتساپی ما در ارتباط بودن. بله، بیننده با شماره مثبت 971-56 و 4 نمبر آخرش 3799 از امارات متحده عربی سوال ارسال کردن درباره فقرا که به خصوصیشان جواب داده شده، و عزیز دیگری هم با نمبر مثبت 9378 و 4 شماره آخرش 0585 درباره غسل سوال کردن که همکاران ما در برنامه به وقت بیداری در تایم احکام به سوالشان جواب خواهند داد. به وقت بیداری هم که به صورت زنده ساعت 8 شب و بازپختش ساعت 10:45 دقیقه روز بعد خواهد بود. و همچنین هموطن دیگری با شماره مثبت 9370 و 4 نمبر آخرش 7670 که فعلا مقیم آمریکا هستند، تماس گرفتن و از برنامه شبکه هادی تیوی تشکری کردن. ما هم از همه شما عزیزان جان سپاس و تشکری و قدردانی داریم و امیدوار هستیم که برنامه روشنا را هر روز به صورت زنده ساعت 1 بعد از ظهر و بازپخشش هم ساعت 9:45 دقیقه شب به غیر از روزهای جمعه مشاهده کنین. زنده باشین و همیشه پیروز در کنار اعضای خانواده تان همیشه صحتمند و موفق باشین. و اما در ادامه گفتگو و بحث رمز و رازهای مشکلات زندگی، عنوان کلی برنامه ما، و امروز میخواییم که صحبتهایی را که با شما عزیزان داشتیم در رابطه با نقمت در کنار نعمت، یعنی که استدراج شده باشه، و این توضیحات خواهر خوم خانم فتحی با شما عزیزان گفتگو کردن و در ادامه صحبت ها همچنان با ایشان هستیم. خب خانم فتحی، میشنویم. بله، پس ما دو روش را بیان کردیم. روش ها بسیار زیاد است و ما دو روش را بیان کردیم. اینجا که بعضی
از افراد هستن که گناه میکنن اما نعمت بهشان داده میشه، از این طریق دچار این سنت استدراج میشن، و برخی هم از طریق عبادت، یعنی عبادت های خودشان را که مقبول نیست منگارن که مقبول است و خداوند در قبال اون عبادت های اونها بهشان نعمت داده است. درسته. مبحث دیگر این است که چه عوامل و چه اسباب باعث بلای استدراج میشه بر انسان، چون انسان گرفتار این مسئله میشود. دو گونه هست، برخی ها به لحاظ اعتقادی و به لحاظ ایمانی دچار این بلا میشن، به این صورت که آیات الهی و رسولان را تکذیب میکنن و اونها را به استهزا میگیرن. این قبل از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم هم بوده و در مورد خود نبی اکرم هم این مسئله صدق میکنه و خداوند در سوره اعراف آیات 182 و 183 به این مسئله پرداخته و به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگوید که نگران این امر نباش، خب، که قبل از تو هم استهزا کردن، بله، و آیات الهی را تکذیب کردن. پس میبینیم که این مجازات الهی شامل این افراد میشود. متوجه باشیم که خدای نکرده ما حتی به شوخی برخی از آیات الهی را تکذیب نکنیم. چطور مثلا؟ مثال اگر بزنیم، مثلا ما شاید یک حکم را نمیدانیم که این حکم اصلش چیست، که چرا خداوند مثلا این حکم را واجب کرده یا این حکم را حرام کرده، نباید انجام بدیم. به شوخی به لحاظ اعتقادی میم به اون آیه حرف میزنیم و این حرف خدای نکرده یا اظهار نظر میکنیم نباشد، بینه که دچار این مسئله نشویم. از آیات رو باید این استفاده میشه که پس این سنت استدراج برای همگی نیست، این برای کسانی است که بسیار ظلم میکنن و در ظلم کردن خودشان هم جسورن، طغیانگرن، بله، هیچ عبایی ندارن. پس شامل همگی نمیشود. درسته. و این مسئله رو حالا امکان داره که این ظلم گاهی وقتا بسیار زیاد باشه که صدمات بسیار زیاده به نفر مقابل برسه، یا حتی میتونه علاز روحی مثلا باشه. مثلا ظلم علاز شاید جسمی باشه، علاز روحی مثلا میتونه مثلا یک تهمت به یک نفر بزنه یا تخریب کنه شخصیت ازوره، کل اینا هم ظلم حساب میشه دیگه. در این آیه خداوند متعال وقتی که میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، هشدارم هست برای همگی ما، یعنی برای ما این هشدار میده که سعی کنید که به آیات الهی توهین نشه، تکذیب نشه این آیات الهی. خب پس این سنت استدراج میتونه دو حالت داشته باشه، بله. یا اینکه خداوند اون شخص را برش نعمت میده، خب میخوای او را بیدار کنه، او را هوشیار بکنه، بله، که توجه بکنه به صاحب نعمت، یا اینکه خداوند حقیقتا میخوای او را به این غروری که دارد، به این گناهی که میکنه و اباحه هم ندارد غرق بکنه و یعنی به حال خودش رها کنه، به حال خودش واگذارش میکنه و بهش نعمت میده و همین نعمت باعث شده که او از رحمت خداوند دور بشن، چه در دنیا چه در آخرت. قطعا در آخرت، یعنی در دنیا ما شاید در حقیقتش این است که از رحمت الهی دور است، اما خودش یا دیگرانی که در اطراف هستن میگه نگاه کن این شخص گناه میکنه، فرد ناصالح هست، ظالم است، اما نعمت دارد. اما در باطن اون نعمت عذابهایی است که خود او شخص متوجه نیست. خب انسان از رحمت الهی به دور باشد، مالم که داشته باشد، فرزند زیادم که داشته باشد، بله، همه امکاناتم باشد، چیز صحیحه، بله، نیست. یعنی اون لذتی که باید ببره را نمیبره، بله، غیر در غم و جگرخونی میباشه، بله. خب یک مثلا وقت
این است که انسان از دنیا میخواید بره و وقت جان کندن است. دل کندن از مال دنیا یا از اولاد بسیار سخته. دیگه بله. و این در روایات ما بیان شده. برای این افراد دل کندن بسیار سخت و نگران کننده است. چون خب یک عمر در ناز و نعمت بوده و همه چیز او همین بوده. یک دلبستگی و وابستگی شدید به مادیات و دنیا پیدا میکنه. و میخواد که خداوند از او در هنگامی که فوت کنه میگیرد اینها را. بس بگه متوجه باشن گناهکاران که اگر خداوند به اونها نعمت داده هست به این معنا نیست که اونها لایق این نعمت هستن. حتی شاید هم بسیار وقتا بگوین به هر کس بگوین که تو که قدر نماز میخوانی تو روزه میگیری به جای نرسید یعنی ما رو سیکو صاحب کل چیز هستی. بله. و خودشان را شایسته و بایسته این نعمت میدانن. فکر میکنن که اونها پاک هستن و لیاقت دارن، تقرب دارن به خداوند. خداوند هم با اونها نعمت داده است. در حالی که هشدار میدهد این آیه که متوجه باشید خداوند شما را عذاب میکنه. این خداوند کجا تشخیص بتن خانم فتی عزیز؟ مثلا یک نفر حالا امکانات داره، آسایش داره، راحتی داره، همه چیز داره. خب اینا لکمه که یه گپ کشیدن خب در فکر میرن خب آیا ما خدای نکرده جز عمود دست افراد هستیم؟ این نعمت نیست پس این نقمت است که به ما داده شده. حالا چی کنیم؟ بله. امام علی علیه السلام جواب میدهد در نهج البلاغه میفرماید که کسی که خداوند به او مواهب و امکانات و وسعت بخشیده. یعنی مثلا رزقش زیاد است، بله. مال زیاد است. بله. و اون شخص خودش این مجازات نداند. این مجازات تلقی نکند. چون ما در قبال چی چیز میخواستیم پاداش بگیریم. این شخص داره معصیت میکند. خب. اما در رفاه هم هست. بله. امام می‌فرماید که از نشانه‌های خطر غافل ماندن است. این شخص غافل است. درست. این شخص نمی‌داند که خداوند او را دچار غفلت کرده و این نعمت فراوان عذاب است که او می‌شود. حالا چه همون لحظه چه در آخرت. بله. بیشتر ما این نعمت منظور ما همین دنیاست. چون باعث شده که برخی از افراد این گونه فکر کنن که چرا اینها نعمت دارن و ما نداریم با این که بندگان خوب خداوند هستیم. ما میگیم که خب شاید کسی که مالش از راه حلال نیست، کسی که بنده خدا نیست اما نعمت دارد میتواند دچار سنت استدراج شده باشد. اون نعمتش در حقیقت بلاست، در حقیقت نقمت است. پس یعنی یک رجوع کنن، یک ذره به رفتارها و کارهای خودشان ببینن که آیا به واقعیت این کارهایی که میکنن در زندگی آیا اطاعت از خداوند است یا سرپیچی از دستورات خداوند است. که اگر نوع دوم باشه که دیگه معلوم است دیگه اونا نعمت نیستن. بله. امام صادق علیه السلام در جواب همین آیه کسی سوال کردن که خداوند میفرماید که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، منظور چیست؟ امام فرمودن این درباره بنده گناهکار است که گناه میکند و در اثر آن نعمت تازه به او خداوند میدهد و این نعمت او را از یاد خداوند غافل میکند به حدی که حتی فرصت یک استغفار هم نداشته باشد. خب پس این نعمت نیست. اگر انسان مال داشت و با اون مال کار خیر کرد، درست است؟ بله. یاد خدا بود که این چیزی که خدا به من داده مال من نیست، من صاحب اون مال نیستم. ما اصلا صاحب هیچ چیز نیستیم، صاحب وجود خود ما هم نیستیم. مثلا وجود ما از خداوند متعال است، فیض الهی است که ما این همه نعمت داریم. پس چگونه است که ما با این که همه چیز ما از خداست بعد به خاطر یک سری اعمال که انجام میدیم بگیم اینم من شایسته این چیز شدم و خداوند به من این همه او که زیادتر مغرور رو میشه. بله. دیگه نه تا ای که مثلا به خود بیایه این غفرانه دیگه. این مثلا غفلت است. و این عفو و بخشش خداوند است که شامل ما شده و به ما نعمت داده. پس به صاحب نعمت باید توجه بکنیم. بله. خب اینجا آیات زیاد است و به جهتی که
وقت کم باشد ما میریم روی مطلب بعدی. فرصت هم نداریم خانم فتحی، باید خدافیزی کنیم از حضورتان. خب بسیار خوب، خیر باشه. ما موضوعات قدر مهم و حساس هستن که دل ما نمیخواییم خدافیزی کنیم، میخواییم کمی قسم گفتگو را ادامه بدیم، ولی خب وقت برنامه محدود هست و مجبور هستیم که از حضور شما خدافیزی کنیم. انشالله که این مباحث ها یک یادآوری باشه برای همه بیننده های عزیز ما و همچنین خود ما، که بتانیم اینا را یک مرور کنیم در زندگی خود ما و پیدا کنیم و ببینیم که ما جز کدام دست از افراد هستیم و جزء دست از افراد نباشیم که خدای نکرده در نقمت باشیم و او برکت از رحمت الهی از ما و زندگی ما گرفته شده باشد. تشکر میکنیم خانم فتی عزیز و شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودن، از شما هم جوان سپاس. امیدوار هستم که بهترین لحظات همیشه در زندگیتان جریان داشته باشد و هیچگاه در زندگیتان غم، ناامیدی و یأس در زندگی یک یک شما عزیزان نباشه. از خدای بزرگ بهترین لحظات برای یک یک شما آرزو من هستم. خدا نگهدارتان و موفق و پیروز باشید. صلوات الله سلام الله، صلوات الله سلام الله عليك يا اجمل خلق.